من مراقبت در نگاه تو نیستم درستم. این از گذشته در تو مانده. کمک به حالی شب پیمان شکنیست و جزایی جز این ندارد. این پیمان بوی برادر کشی میدهد. این خیانت توست به خاندانت. او در پناه من است ابو لهب. اگر شمشیری از نیام بیرون آید جوابش شمشیر خواهد بود. این عموزاده من حمزه است که روی پوشیده از شهر میگذرد و درستی میکنم. از غبار راه پوشیدم. با دشمنم چهره به چهره حرف میزنم. مرا دشمن خود بخوان. بگو آنچه داری. گوش شنوا و چشم بینایی نمیبینم. چشم و گوش مکه منم حمزه. حرفم تو بزن. من خیلی منی هاشه میخوام. خیر تو شر تو ابو سفیان. کجراه نرو حمزه. من اگر پای عهدنامه تبعید محمد و پیروانش را مهر نهادم بیم داشتم مبادا محمد با این کار خدایان خون این شهر را به جوش آورد. بازش کنید. مکه خیانتکاران را در خود جای نمیدهد. آن که پناهش داده ای دیگر نمیتواند اینجا بماند. شمایل فردا پیش از غروب آفتاب این شهر را ترک میکنی. در طول 7 سالی که از دعوت پیامبر میگذرد مشرکان تنها و آزار و شکنجه راضی نشدند و در پیان بودند که پیامبر را به قتل برسانند. این چنین است که محمد و یارانش از مکه بیرون آمدند و به شعب ابی طالب میان 2 کوه نزدیک مکه پناه آوردند. مشرکان نیز راه ورودی شعب را بستند تا بر اساس پیمان نامه‌ای که امضا کرده بودند مانع ورود غذا و کالا و رفت آمده اهالی مکه شدند. این 3 سال است که ما مسلمانان در این دره خوش و با نهایت رنج و تنگ دستی و گرسنگی کودکان به سر میبریم. پیامبر فرمود نوزاد دختر دریست گشوده از درهای بهشت بر روی شما. قدمش مبارک. او نام مادر خود را بر روی دختر شما گذاشت. آمنه. آمنه. و این خورما را به تبرک داد و فرمود شیر مادر را زیاد میکند. شد. تا کجا رفتین؟ 5 روز راه بیاسد. دریغ از 1 دانه جو. دریغ از 1 قبیله بیابانگرد که سکه ما بردارد. خبر تحریم تا دورترین قبایل رسیده. نترس. این آوازه دین خداوند است که پیکایشان ناخواسته به همه جا رساندند. پیامبر در گوش نوزاد زمزمه ای کرد. دلم روشن شد. گشایشی در راه است. سران مکه باور نمی کردند که محمد و یارانش چنین صبر و تحملی را از خود نشان دهند. استقامت مسلمانان باعث شد تا نشانه هایی از تفرقه در میان سران مکه به چشم بخورد. ابو طالب، سران 10 قبیله در دار و ندوه گرده هم آمدند به انتظارتان. مراقب خانه پیامبر باشید. بیا
علی جان، کار تقسیم تمام شد، پیامبر تنها نماند، در کنارش بمان. به روی چشم پدر. چه جای مخالفت است وقتی همه خواهان فسخ تحریمند؟ من بیشتر از همه دلتنگم برای خیشانم در بنی هاشم. مکه به استقبال محمد می رود اگر خواست بزرگان این است. چاش بر خدای دیدنی می بندیم و دل می سپاریم به خدای نادیده. تو بگو آس، حاضری سفرت را با غلامانت تقسیم کنی؟ تو شام، حاضری زنت به پشتگرمی خدای محمد حرف روی حرف تو بزنن؟ تو میخواهی دکان عیش و نوش کاروانیان را تعطیل کنی؟ پس تو هم پدرانت را انکار کن. همه خدایان زائران را بشکنید و بنشینید به انتظار تا کی کاروانی از این سو بیاید. اگر سود بزرگان در این است، پس چرا من همراه شما نباشم؟ بزرگ قریش، مکه روز می شمارد تا تو را دوباره در جمع خود ببیند. بزرگان هنوز صدر مجلس را به نام تو می شناسند.